بعد 3 سال گیاهخواری به این گوشت این غذا 10 از 10 میدم. همین لوبیا های خوراک لوبیا خود یه ذره مزه آب گوشت میده، یه ذره آره چرب تر، خیلی تونده بچه دلت نخواد. Hey guys, حالتون چطوره؟ باز برگشتیم با یه ویدیوی جدید. خیلی خوب. بچه ها امروز قراره که کیانا رو ببرم بهش غذای افغانستان رو بدم. اینجا ما یه دونه رستوران داریم افغان هاست. آره ما یه چند باری از جلو اینجا رد شدیم، بعد فکر کردم که چی بهتر از این که بریم اونجا هم مزه جدیدی رو تست کنیم، هم با فرهنگ مردم افغانستان بیشتر آشنا بشیم، با غذاهاشون. خب فرهنگ که نه دیگه، چرا غذای اونو فرهنگ عزیزم. خب بچه تا آخر ویدیو رو ببینید، بچه باد داره ما رو میبره بریم. آره. که کیانا اگه همه غذاش نیفت، اگه همه غذاش گوشتی بود چیکار کنی؟ من میخورم تو نگاه کن. آفرین. بچه ها رستوران رو پیدا کردیم، افغان کباب، که همش کبابه. کباب. تنوعش خیلی زیاده، ولی از خودشون پرسیدیم، به ما گفتن که مثلا 3 مدل غذا دارن که خیلی محبوبه برای خودشون. ما حالا یکیش رو سفارش دادیم ببینیم چه جوریه. خب بچه ها این پیش غذا رو که میبینین یخنیه، اسمش یخنیه مرغی، که مرغ و پیاز و زردچوبه و گیشنیز و بیناست به عنوان پیش غذا. شبیه سوپ ترکی هست ولی رقیق تره. سوپ مرجبی که ذره غلیظه و حالا با عدس. این یکی هم چتنیه که یه حالت ترشی مانند هست اینکه ولی تنده. نونای خیلی باحالی هم دارن. خب بچه ها از اونجایی که از ویدیو قبلی من گوشت بخورده الما دادم، امروز هم اومدیم غذای افغان تست کنیم، دیگه مجبور امتحان کنه. شروع کن ببین چه غذاییه. چون غذای جدیده آره میخورم. من یه ذره سماخ فقط زدم روش. خب بعد این نوناشونو خیلی دوست دارم، خیلی صاف و بامزه. بریم؟ برو. از اون سماغ بدارم شایسته دوباره. خیلی تنده. تنده؟ همون آب مرغه که مزه دارش کردم. خوشمزه است. نوشته جون با حاله ولی خیلی تنده، واقعا خیلی تنده، الان دارم برو خودم نمیارم. الان اینو قرمز میشه. من الان سماخ ندیم، واقعا تنده. اینا آب مرغ و فلفله. مزه آب مرغ میده و فلفل با حاله، بعدی خیلی تونده بچه. دلت نخواد. بچه ها الان خواهم چتلی رو امتحان کنه. چتلی شه جتلی میشی بعدش. الان چتلی میزنی جتلی میری به سمت خونه. بچه خیلی خوشمزه، خیلی تونده ولی خیلی خوشمزه است. گوجه و فلفل و سبزی و ناس ولی خوشمزه است. آره این خیلی خوشمزه است. بیام تان کن بکنم اونو نباید خالی بخوری. آره من دوست داشتم، نمیدونم، من تندی دوست دارم. خب بده الان خفه میشه در اوج خفگی. من تندی دوست دارم.
خب نوبت علمای که چتنی رو امتحان کنه، نظرشو بگه. من میتونم چتنی رو اینجوری امتحان کنم؟ نمیفهمی اونجوری که بخور. مزه جعفری میده، خیلی دوست ندارم جعفری. حالا یه قاشق بخور. قیافه شو بچه، علما واقعا بد غذایه، به اینم توجه کنیم. بد غذا نظر من که خیلی خوشمزه. بچه ها این غذا قرمه با لوبیاه اسمش. قرمه لوبیا، قرمه با لوبیا. قرمه لوبیاه اسمش. یکی هم غذای معروفشونه قابلی با گوشت. قابلی با گوشت. این هم نمیدونم. این هم همون قرمه لوبیا تو صد اندازه کشی. سس این هرچی. برو تست کنم. ببین بچه ها یه چیزی بذارید بهتون بگم، من غیر از غذای ایرانی با رستوران ایتالیایی که تو ایران میرفتم با هیچ غذای دیگه با هیچ طعم و نمیدونم مزه و کشور دیگه رو امتحان نکردم. این اولین باریه که من از مرز ایران خارج میشم. غذای ترک هم که یکم شبیه به خودمونه، اونایی که شبیه به خودمونه خوردم، متفاوتش رو نخوردم. بس به سلامتی. با چنگال میخوری؟ آره دیگه، به سلامتی خود. به سلامتی بچه های افغان. میزنیم ببینیم چه. با اینکه خیلی عجیبیه داره به من مخالفه، خیلی عجیبیه زیادم تو غذا، ولی خیلی خوشمزه است برنجش. خیلی خوشمزه است. من حبیبم دوست ندارم تو غذا، یعنی این خیلی خوبه. گوشتش هم تن نمی کنی؟ خوشمزه است. از آبوش کدوم میده؟ چه خیلی خوبه. یه تست کن، یه فقط تست کن. بیا یه ذره از این قرمه با لوبیاش تست کن. قرمه لوبیا، هی میگم قرمه با لوبیا. همینه؟ همینه. از این آبوش تو کدومونه؟ بدون مثلا رو خورد اینو. خیلی خوبه. یه تست کن با من ببین چیه. چون من اصلا هویج دوست ندارم تو. نمیفهمی اصلا. واقعا خوشمزه. واقعا خوشمزه. ادویه زیره داره. من با اینکه ادویه زیره هم دوست ندارم، ولی انقدر ترکیبش خوبه. واقعا خوشمزه است. گوشتش هم اصلا بوی ماهیچه نمیده، خیلی خوب پخته شده، خیلی خوشمزه است. یکی هم ببینیم همین لوبیا های خوراک. لوبیا های خود یه ذره مزه آب گوشت میده، یه ذره آره چرب تره. آره ولی مثلا خوراک لوبیا های خود آب نمیده. هلما رو دیگه نداریم کلن دارم چنگارم رفت رو باش. ببینید بچه علمو که گیاه خاره و بد غذای دوست داره دیگه، خودتون برید تا تهش. تنها بذاریم نه؟ آلی
من کشمش هم دوست ندارم تو قلب. بچه این گوشت عشقو من با اینکه خیلی وقت گوشت نخوردم ولی این گوشتش واقعا من بعد سه سال گوشت خاری گیاهخواری منظورته گیاهخواری چرا باطل میکنم بعد سه سال گیاهخواری به این گوشت این غذا 10 از 10 به به چیو اینو دوست نده بکنم خودشون اینجوری میخورن نه اگه درست دارم میخورم بریم بگیم من خیلی باید بچه ها ما اومدیم دسر بخوریم ولی تنها دسری که موجود داشتن این بود اسمش هم سمنک و دسرهای حالا خودشون چی بود؟ شیریخ و قیماق وطنی قیماق و فرنی اینا دسرشون بود که هیچ کدوم آقایی که اینا رو درست میکرد روز نیومده شانس ما مجبوریم که این سمنک رو امتحان کنیم من خیلی دارم میخواست چیز رو امتحان کنم فرنی و قیماق رو میگن یه حالت شله زرد و اینا مزه شله زرد ولی خب دیگه سری بعد باید بیاییم رو امتحان کنیم الان این امتحان کنیم این چیز شکل حلواش شبیه سمنوه آره من تا حالا سمنو نخورم واقعا؟ هیچ وقت دوست نداشتم امتحان نکردی؟ چجوری میدونی دوست نداری؟ من خیلی چیزا رو امتحان نکردم ولی میدونم دوست ندارم خب نظر من همه چیزو باید امتحان کرد همه چیزو کنم چیه؟ خوشمزه است ولی من دوست دارم قیافش معلوم بخی مواد لبخند بزنه نمیتونه سمنو نخورده چجوره میدونی بوشه بوی سمنو میده جدی میگم بکن بیا امتحان کن تو بیا تو امتحان کن سمنوه دیدی؟ خود سمنوه دیدی درست گفتم؟ هیچ تفاوت سمنک همون سمنوه همون سمنوه من سمنو دوست دارم دوست داری؟ میشه جا چایی هم میخوای بگیریم؟ از همین چای سبز بگیریم که اینو بشوره ببره این غذاش خیلی چرب بود با اینکه خوشمزه بود واقعا چرب بود ماهی چرم داشت و دیگه برنجش هم چرب همه چی چرب یه چایی بگیریم من از هرام ازم اول تن رو فرمان وان کباب رستوران پس آمدیم ما به خدمت کن بازم دیگه وطن عکس زیاد کردیم وطن افغانستان غذایش هوایش مردمش همه جور و موفق باشه مرسی متشکرم مرسی متشکرم ممنون خب کیانا الان میتونی یه امتیاز به غذای افغان بدی از 10 از 15 چرا؟ من نمیخوام از 10 بدم خواهد 15 بدم سخته نمیتونی از 5 از 15 نمیخوام 15 از 15 بخوام بدم هفت خب من امتیاز 10 میدم به خاطر اینکه همه غذاهاشو نخوردم ولی چون یه دونهشو خوردم احساس میکنم که بازم میتونه خیلی بهتر باشه 5 تای دیگه هم به خاطر این نمیدم که دسرشو دوست نداشتم سمنک
سمنو دوست نداره. آره اونی که دوست داشتم و نداشت. ولی خب یه رستوران بهتر با امکانات بهتر پیدا میکنیم، حتما دوباره میریم غذای بیشتری امتحان میکنیم. منتها ما این دفعه به اندازه معده‌مون غذا امتحان کردیم، حتی بیشتر، حتی بیشتر واقعا سه مدل غذا گرفتیم. بچه ها امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. اگر که دلتون میخواد ما بریم بازم غذای کشورهای مختلف رو تست بکنیم، بهمون حتما تو کامنت ها بگید و بگید که غذای کدوم کشور، البته به شرطی که اینجا داشته باشه حتما اون غذا رو. دوستتون داریم، لایک، کامنت، سابیادتون نره، مرغم خودتون باشید. میبینیمتون تا ویدیوی بعد. خدافظ.